من به نمایندگی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، استادان دانشگاه علم و صنعت و مدیران دانشگاه علم و صنعت اینجا خدمتتون شرفیاب شدم. تسلیت عرض کنم خدمت خانواده محترم کیانوش، اخوی های بزرگوارش، والده محترمش، و تسلیتم رو میخواستم سنگین عرض کنم. اون تا حالت تعلمی که در خود ما هست، من این عرض باید بکنم که خود جمع به بنده حقیر هم باید تسلیت بگن، خود ما هم عزادار هستیم. بچه هایی که درس میخونن دختر و پسر، دختر و پسرای ما هستن. من الان پسر ارشدم رو امروز از دست دادم و برای مراسمش اینجا حاضر شدم. معلماش، اونایی که کیانوش رو میشناختن، سر کلاس درس باش بودن، همشون مثل من لباس سیاه پوشیدن در دانشگاه علم و صنعت. البته غم و تأثیر والده محترمشون، مادر گرامیشون که صداشو میشنویم و اینجوری بیتابی بکنن و حق هم دارن که بیتابی بکنن و بیش از این بیتابی بکنن، همش صحیحه. ولی خدمت برادرای محترم ارجمندش عرض میکنم، عنوان برادر خودم، که ما هم فرزندمون رو و پسرمون رو دست دادیم. پسری خوب، با سواد، با ادب و دانشمند. اگر کسی در راه علم کشته بشود شهید است. این صراحت بسیاری از کتب آسمانی است. از وجوه مختلفی میتوانیم راجع به مرحوم کیانوش صحبت بکنیم. خواهشم اینه مادر محترمش به من گوش بدن این دو سه دقیقه رو که عرض ادب میکنم خدمتشون. ولی بهتر این است، من الان در محضر علم هستم، فرمودن از دانشگاه رازی، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه اهواز، اساتیدی از کشورهای اروپایی فرمودن، تشریف دارن و تسلیت گفتن. این رو عرض میکنم که صحبت از کیانوش صحبت از مقام علم است. یقیناً با برداشتی که ما از کیانوش داشتیم، اگر دست قضا اجازه میداد که و این خوشه رو زود نمیچید، ایشون از اون جوانان دانشمندی بود که ما امید داشتیم که انشالله ثمره خیلی بالایی برای کشورش و وطنش و مملکتش داشته باشه. من به نمایندگی از دانشگاهی که کیانوش در اونجا درس میخوند حاضر شدم که شهادت بدم که این جوان با اخلاق در خوابگاهی که بوده، کل دانشجوهای اونجا شهادت دادن که در این یکی دو سال به جز خوبی، به جز ادب، به جز متانت. و بچه های اون خوابگاه گفتن ما یک بار صدای بلند این جوان رو نشنیدیم. این وقت با نزاکت، فهمیده، با شعور، قابل تقدیر. تبریک عرض میکنیم خدمت خانواده محترم جناب آسا، تربیت یک جوان برومند دوست داشتنی چنینی رو. و هرچند همه ما داغدار هستیم، شعر مرحوم سعدی رو نقل میکنم که سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. قطعاً کیانوش سالهای سال زنده خواهد بود، در بین ما خواهد بود،
همکلاسیاش، دوستاش، خانوادهش، همشهریاش به وجود جوان خوب و فکور این تیپی افتخار خواهند کرد. از جوانان خدوم، عاقل، سالم، با محبت، میهن دوست و اونهایی که ما بهش افتخار میکردیم، دوستانش باور کنید بدون اینکه کسی ازشون بخواد، دانشجوهای جایی که اونجا دانشکده‌ای که درس میخوند یک هفته است بدون اینکه کسی اینا بخواد حول حوصله درس خوندن ندارن. حالا شما حق بدید که مادر محترمش چقدر باید متأثر باشه، یا اخویاش یا سایر بستگان. حالا اونا مدت کوتاهی باش دوست بودن به همین شکل. همین ساعت همین الان که خدمتتون هستم مراسمی در همون خوابگاه و دانشگاه گرفتن که این فکر میکنم سومین مراسمی هست که در بزرگداشت و یادبودش میگیرم به خاطر علاقه‌ای که بهش دارم. اگر هم یک تیپ دیگه ای دانشجو بود غیر از ایشون بود اینجوری نمیکردن. من عرض میکنم که هر دانشجویی اینقدر بهش علاقه داشتن. از دانشجویان خوبمون بود، از افرادی، از دانشجویانی بود که بهش افتخار میکنیم. من از صدای اسمت خانوم های شنیدم که بیتابی میکردن، گفتن که یک نخبه ای رو از دست دادن، واقعا ما یک نخبه ای رو از دست دادیم و در دم فقدانش سوگوار هستیم. من به این حسب این که معلم هستم عرض میکنم، معلم ها همه محصل هاشون همه کلاس رو دوست دارن، محصل های خوب و درس خون و با اخلاق رو خیلی بیشتر، و ایشون از اون جوانان نمونه ای بود که ما سالهای سال بهش افتخار خواهیم کرد. هرگاه که سر کارمون بریم یاد ایشون رو خواهیم داشت، و اگر سر کارمون حاضر میشیم در روزها و ماها و سالهای آتی به خاطر وجود و حضور چنین جوانان فرهیخته، دانش دوست و میهن پرستی هست که انشاءالله آینده این ملک و مملکت رو به دست میگیرن، خدمت میکنن به خانوادهشون، مردمشون، مصدر کارهای خیر میشن، باعث افتخارات ما میشن، باعث آمرزش ارواح گذشتگان و رفتگان ما خواهند شد. به هر حال من اومدم از طرف دانشگاه علم و صنعت و همه حاضرینی که تشریف دارن شهادت بدم که برداشت اون دانشگاه و جمع این است که ما یک جوان خوب، مفید، با ارزش، با سواد و ارزنده رو از دست دادیم. غیر از خوبی کسی چیزی از ایشون ندید، غیر از نیکویی چیزی از ایشون بر یاد نموند. امیدواریم که دوستان جوانی، دانشجویی، دانش آموزی که در این محفل شرکت دارن در دانشگاه ما همین رویه رو داشته باشن، با همین اخلاق جوانمردی و فتوت، دوستی انشاءالله کار بکنن، زحمت بکشن و باعث سربلندی و افتخار ما و همگی باشن. امیدوارم که روح مرحوم کیانوش با روح مرحوم پدر بزرگوارش قرین باشه، جاشون انشاءالله در بهشت هست. عرض کردم جاش در قلب ما و شما هست. احترام های ما، درود های ما نثار روح پرفتوه این جوان باشه. و آخر کلام هم تبریک عرض میکنم به خانواده محترم آسا، تبریک عرض میکنم به مادر گرامیشون که همچین تربیتی رو انجام دادن، همچین جوانی رو تحویل دادن. متاسف و متاثریم که همچین جوانی رو در جمعمون نداریم و امیدواریم که انشالله جوانای فرهیخته، برومند،
با ارزش شهر و دیار و محله و دوستان کیانوش و همکلاسی هاش و اقوامش انشالله بار زمین مونده رو بردارن، کشوری سربلند و با افتخار و با عزت و خوب و ایمن داشته باشیم که هممون بهش افتخار کنیم. خودم و شما رو تسلیت میگم، تسلا میدم، آرزوی صبر میکنم برای هممون. صبر هم بخشی از علم است. به خانواده بزرگوارش مجدد تسلیت عرض میکنم و پرورش چنین جوان با افتخاری رو خدمت ایشون و خدمت همه مردم عزیز کرمانشاه تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این شهر و دیار همچین جوانایی رو بیش از بیش انشالله در خودش پرورش بده.